صبح زیبا و دلنگیز همه شما بیننده های عزیز در سراسر افغانستان و بیرون از کشور. بازم بخیر باشه ادامه برنامه را از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده تماشا میکنین و همچنان شنونده ما از طریق رادیو 93.5 آریانا FM هستین. بیننده های عزیز فراموش نکنین که مسابقات جام یک روزی افغانستان سرسبز را فردا ساعت 8:30 صبح وقت کابل افغانستان به گونه زنده و قانونی از شبکه جهانی آریانا فراموش نکنید که تا اخیر ماه ثور یک روز در میان تقدیم شما عزیزا خواهد شد و این مسابقات از ولایت زیبای خوز به گونه زنده تقدیم شما عزیزا میشه. پس منتظر این مسابقات هم باشین و لحظات پرهیجان را فردا ساعت 8:30 صبح از طریق شبکه جهانی آریانا تماشا بکنید. و در این لحظات برنامه هم مهمان دارسته. مهمان ما هم دکتر صاحب محترم ولید حسین خیل متخصص اعصاب و روان هستند که امروز مشخصا در رابطه با وسواس صحبت میکنن. شاید یک تعداد شما عزیزا هم افراد را متوجه شده باشین که خیلی حساس هستند و همیشه در ذهنشان بعض وقتا خطور میکنه که اشیا کثیف هست. قبل از اینکه به چیز دست بزنن همیشه ترس و حراس دارن که مبادا این لوازم یا هم این شی کثیف نباشه و دستهای مرا آلوده نسازه. شاید شما هم با چنین افراد بارها سر خورده باشین. ولی که وسواس مشخصا چگونه یک مشکل یا اختلال روانی هست، چرا بعض افراد مصاب میشه و ما چطور بتونیم خود ما را حفظ بکنیم تا خدای نخواسته ما مصاب به وسواس نشیم، تمام این موارد از دکتر صاحب خواهد شنیدیم. دکتر صاحب سلام، صبح بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. سلام و ادب بر شما جناب دکتر صاحب و تمام بیننده ها، خدا کنه صبح خوش را آغاز کرده باشم. بسیار تشکر، سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. تشکر. خب در رابطه با وسواس شاید هموطنان ما هم شنیده باشن، میشه از شما مشخصا بشنویم که وسواس چگونه یک اختلال روانی است؟ وسواس اجباری یا OCD یا Obsessive-Compulsive Disorder، وقتی که در ذهن مریض یک فکر که مریض نمیخواد خطور کنه و او را اکثرا کوشش میکنه که عملی کنه، یک بسیار مشکل جدی است در بخش روان، اعصاب روان و مریض بسیار نارام میکنند. تقریبا روزانه مریض در می افکار مزاحم کننده خود تقریبا یک ساعت وقت ضایع میکنه و خود مریض میفهمه که این می فکرایی که من میکنم یا می کارایی که من انجام میتم این درست نیست و بر ما قابل قبول نیست و می است که مریض نارام میکنه. وقتی که نارام شد مریض به طرف افسردگی میره. بله. مریض مثلا قسمی که شما فرمودین احساس ناپاکی میکنه، وقتی که تشناب میره ساعتها در بر میگیره که پس دوباره خارج میشه، او زیاد مصرف میکنه، از هر چیز کرک میکنه، نفرت میکنه و می باعث میشه مشکلات فردی و اجتماعی بر مریض پیدا کنه. مثلا یک مریض داشتیم که از شوهر خود کرک میکرد، احساس ناپاکی میکرد و از اجتماع وقتی که بیرون میشد در بین مردم از مردم دوری میکرد، میگفت که بر من میکروب انتقال میتن. بله. که یک مشکل بین فردی و اجتماعی به مریض پیدا میکنه. خیلی جالب. خب دکتر صاحب، قسمی که شما هم یادآوری کردین، ممکن که در قسمت ناپاکی یک فرد زیاد وسواس داشته باشه یا تشویش برش پیدا شود، در کنار از این موضوع هم چه ذهنیت های دیگه ممکن است به یک فرد که مصاب به وسواس باشه ایجاد شود؟ وسواس ها فرق میکنه. مثلا کاونتینگ است، حساب میکنه زیاد، را میره قدم های خود حساب میکنه یا وقتی که را میگرده لاوه ها را میخوانه یا موترهایی که عبور مرور میکنه اونا را حساب میکنه که در آخر یک ساعت بعد دو ساعت بعد بسیار برش اذیت کننده است، بسیار نارام میشه. مثلا میگه که من اگر قدم خود این رقم ماندم شاید یک گپ بد واقع شوه، یا اگر من از این کوچه برم شاید یک گپ بعد واقع شد، یک فکرای عجیب و غریب در ذهنشان خطور میکنه. یا میگه ما طرف مسجد از این راج برم شاید ما کافر شوم. ریلیجس OCD میگنش، زیادتر فکرای مذهبی در ذهنشان خطور میکنه. دقیقا. خب دکتر صاحب، قسمی که شما هم بیان کردین در مرحله بسیار زیاد شدید میشه که حتی ابعاد اجتماعی زندگی ما را به خصوص تحت پوشش خود قرار میده و ما را به مشکل مواجه میسازه. بعض افراد هم هستن که وسواس دارن ولی خیلی کم، یعنی آنچنان نیست که یک مشکل جدی را برشان در زندگی ایجاد بکنه. میشه در رابطه به میزان وسواس در افراد صحبت بکنین که کدام افراد ممکن که در مرحله ابتدایی باشه و کدامشان هم به صورت پیشرفته تجربه میکنن؟ وسواس از نگاه شدت به سه نوع میباشه که خفیف، متوسط و شدید.
خفیفش همی روزمره است، مثلا فلانه بازار رفت یه چیز نشه، موترش تکر نکنه یا خدا ناسته حادثه نکنه، این فکرها در ذهنش میباشه. شدیدترش بسیار مریض نارام میکنه، حتی مریض دست به خودکشی میزنه از دست که زیاد نارام میشه. مریض درست نان خوردن نمیتونه، چیزایی را جمع میکنن، فکر میکنن ویره به نام هاردنگ دیسوردر میگن، چیزایی را جمع میکنن که هیچ اصلا به درد بخور نمیباشه. خانه را ببینی که چیزای بسیار 10 سال 20 سال پیشم پیشش است، ویره به نام هاردنگ دیسوردر میگنشه. بله. یکی دیگهش از به نام بادی دیسمورفیک میگنشه. بادی دیسمورفیک مریض از چهره ظاهری خود هیچ راضی نیست، طرف شیشه استاد میشه، فکر میکنه که چشم مشکل داره یا بینی یا سرم یا ریم، باز پیش دکترهای کاسمتیک سرجن کش میکنن که برن. انواع مختلف جراحی ها را انجام میتن، لیکن بازم هیچ مطمئن نیستن. کی بسیار نوع خطرناکش است که جراحی بسیار خطرناک انجام میتن. بله دقیقا. خب دیگه هر فرد در هر مرحله ممکن است که یک فیصدی بسیار کم یا هم بعض افراد متاسفانه بیشتر تجربه میکنن. دکتر صاحب علت وسواس چی هست؟ آیا به صورت ژنتیکی میتونه از والدین یا از اجداد به نسل های بعدی انتقال بکنه، یا اینکه ممکن از محیط به یک فرد منتقل شوه و بالاخره یاد بگیره همچنین مشکل را؟ وسواس ژنتیکی هم شده میتونه، بیولوژیکی هم شده میتونه. ژنتیکی شی است که از پدر و مادر که در خانه میباشند در طفولیت زیاد یارا کوشش میکنه که بسیار یک طفل منظم باشه، با دیسیپلین باشه. باز از امی است که شخصیتشان پرفکشنست میشن، اما طفل هم کوشش میکنه رقم مادر خود باشه، مثلا چیزها رو بسیار منظم در خانه بانه، وقتی که مکتب میره بسیار منظم، پیش از حد منظم. و این در محیط باز محیطیش قسم است که تشویق هم میشن، میگه فلانه قدر با سلیقه است، وقتی خانهش بری روی خدا آدم مچه میمینه در خانهش یا فرشایش قپاکه شیر بندازی شیر میورد، اون همون قسم صفت میشه که بازی مشکلش بیشتر میسازن. میگه البته کار خوب است که من میکنم، بازم اون مشکل زیاد میشه. بیولوژیکیش قسم میباشه که در قصه دعیسه فرانتال لوب فرانتال کارتکس مشکل پیدا میشه و بدون از این سیروتونین و دوپامین سویش هورمونایی که مسئول می باشن سویش پایان میفته. همی است که مریض مصاب به وسواس میشن. دقیقاً. پس اینا هم ممکن است که جنبه ارثی داشته باشه و جنبه محیطی که شما یادآوری کردین از والدین ممکن است که کودک ها یاد بگیره، والدین که بیش از حد خودشان ممکن وسواس داشته باشن، حساس باشن و کودکان حساس تر تربیت بکنن. خب دکتر صاحب درمان وسواس در مرحله کودکی ممکن راحت تر باشه یا در مرحله بزرگسالی؟ وسواس هر قدر که زودتر مریض نزد دکتر مراجعه کنه خوبتر می باشه. بهترش هم ایست که وقتی که والدین میبینن که اطفالشان بیش از حد منظم میشه، بیش از حد کوشش میکنن که نظافت مراعات کنن، در چیزهای خودم مصروف میکنن، مثلا نمرات کینی بر ما بسیار نمره خوب است، مثلا نگان تا کش میکنه که هفت از ذهن خود بیاره، اینم هفت هر جایی که باشه بر ما یک نمبر خوشبختی بر ما باعث میشه. و بعض لباس ها را میگه وقتی که ما بپوشم یک احساس راحتی میکنم، یا فلانه را ما ببینم ما چم روی شب ببینم تا صبح ما جگر خون میباشم. یعنی چیزها را در ذهن خود وقتی که میارن یک چی است؟ مشکل وسواس است. بله یکان تو دکتر صاحب میگن مثلا پشک سیاگ است و وقت است پیش روی ما عبور کرد، دیگر روز ما امون روز خراب دیر میشه، یا هم دیگر مربوط وسواس شاید شما مربوط وسواس میشه. حتی انسان ها او خو حیوان انسان ها را ما شما میبینیم، بعض کسا که بر خود یک قسم قرار میتن وقتی که میبینن میگه این ایره که من دیدم روزم خراب شد، در حال که چی گپ نیسته. بله تمام این مسائل دیگه برمیگرده به تصورات ذهنی خود ما که چطور از دنیای اطراف ما برداشت میتونیم داشته باشیم. خب دکتر صاحب راه های پیشگیری وسواس چی هست؟ کسایی که سالم هستن ولی نسبتا حساس چه کار باید بکنن که به مرحله وسواس نرسن؟ اول خود شخص ما امرایشان کار میکنیم، روان درمانی امرایشان میکنیم. قسمی که شما گفتین حساس، بعض انسان ها خودشان میگن من بسیار حساس هستم، فلانه که میگه بزنم من یک هفته جگر خون میباشم، به این معنی که خود آسیب پذیر میسازن. من حساس هستم، من نارام میشم، به این معنی که من بسیار حساس یعنی نازک هستم، هر کس میتونه مرا جگر خون بسازه. آسیب پذیریشان یعنی به اندازه بیشتر است. بیشتر و خودشان هم کوش میکنه که خدا حساس نشان بدن. من یک هفته جگر خون شدم و واقعا سر مغز خود که امر کنن یک هفته جگر خونم میباشن. و هر قدر که زودتر قبلا هم گفتم که مراجعه کنن خوبتر میباشه. اگر در مرحله خفیفش قرار داشتن امرایشان روان درمانی میکنیم، فکرشان تغییر میدیم،
حتی اکسپوژر تراپی میکنیم، از چیزایی که مریض کرک داره یا احساس ناپاکی میکنه حتی کوشش میکنیم که با او لمس کنن، مواجه بسازیمشان. و اگر در متوسط و شدید قرار داشته باشند، باز متاسفانه تداویشان طولانی مدت است که اکثرا مریضا خسته میشن. از 6 ماه الی 1 سال تداویشان دوام میکنه. بعض مریضا هستند که یک هفته دوا میخورن، باز نمیخورن، میگه ما دیگه خوب نشدیم یا دکتر نفهمید. که ما اکثرا توصیه ما می باشه که حوصله مندی خود حفظ کنن حداقل 3 ماه الی 6 ماه. دقیقاً دکتر صاحب، خب مشکلات روانی و اعصاب در کل موضوعات بسیار حساس هستند که مدت زیاد را در بر میگیرند. مثل یک سردردی نیست که ما با گرفتن یک دوای ضد درد یا پاراستامول کاملا درد خود را درمان بکنیم و سردردی ما از بین بره. قسمی که شما هم یادآوری کردین، مدت زیاد را در بر میگیرد تا اینکه شما حالت بهبودی تان پیدا بکنین. پس دوایی که دکتر صاحب براتون توصیه میکنند و مشاوره هایی که بر شما می داشته باشن حتما جدی بگیرین تا بتونین که بالای وسواستان غالب شوین و این مشکلتان کاملا برطرف بسازین. در مرحله کودکی دکتر صاحب، چقدر مهم است که والدین کوشش بکنن کودکایشان و اطفالشان در فضا یا محیط قرار بتن که با همه چیز بتونن تماس داشته باشن یا تجربه داشته باشن و قیدگیری و جدی گرفتن محدود ساختن این فضا بالای کودکا چقدر میتونه اینا را آسیب پذیرتر در آینده بسازه؟ در بخش اعصاب کسایی میگن که اولادش مصاب به مشکلات روانی میشه که خودشان بیش از حد توجه داشته باشند. این به نام هلیکوپتر پرنس میگن، یا والدینه که مثل هلیکوپتر بالای اطفال خود قرار میگیرن. بله. کسایی که زیاد بیش از حد توجه میکنن بالای اطفال خود که فلانه را چرا تو کردی، فلانه را چرا تو نکردی، این اطفال باز داینده امو ساد شاید برشان مشکل ساز نباشه، لیکن داینده و اطفال 100% مصاب به مشکلات روانی میشن، یا مضطرب میباشن، همیش ترس میکنن میخورن، یا مشکلات شخصیتی پیدا میکنن. شخصیتیشان هم قسمی میباشه که dependent personality میباشن، شخصیت های وابسته میباشن، خودشان از خودش تصمیم گیری ندارن. حتی سنشان 30 و 40 هم شدن هنوز هم متوجه هستن باش پدر مره چی میگه، برادر کلان مره چی میگه. بله. یا یک کسی که مجبور هستن یا نصیحت کنه یا مشوره به تنشان. بله. و متاسفانه دکتر صاحب، این موضوع در افغانستان یک فرهنگ پسندیده هم گفته میشه بین مردم و میگن که مثلا فلان نفر چقدر با احترام است و حتی مثلا در این سن سال هم رسیده بازم تا که والدینش برش یک فرمان نتن یا بالایش امر نکنن با مو اندازه متوجه می باشه و احترام والدین خود دارن، در حالی که این یک نوع وابستگی را نشان می تبه والدین و حس تصمیم گیری و استقلالیت متاسفانه این والدین از فرزندشان سلب کرده که حتی در مرحله یک باید استقلال داشته باشه با آن هم استقلال نداره. حالا دکتر صاحب، والدین که خودشان بسیار زیاد مضطرب هستند، والدینی که خودشان بسیار زیاد منفی باف هستند و همیشه افکار منفی دارن، اینا معمولا خودشان متوجه نمیشن که چون این مشکل را دارن. چطور اینا به نحو خودشان کوشش بکنن که درمان بکنن، پیش متخصصین مراجعه بکنن تا کودکایشان در آینده آسیب نبینن؟ ممکن افراد عمیل از بیننده برنامه باشن که علائم را که پیشتر شما یادآوری کردین در خودشان احساس کردن ولی تا حال متوجه نشدن که ممکن یک مشکل روانی یا اختلال روانی داشته باشن. در افغانستان بسیار مشکل است که یک مریض ما قناعت بتیم پیش دکتر اعصاب برین. مجرد که می جمله را شنیدن پیش دکتر اعصاب برو، یک عکس العمل بسیار خشن نشان میدن. میگه من خود دیوانه نیستم پیش دکتر اعصاب برم، چرا برم؟ به این معنی است که ما او را توهین کردیم، در حال که توهین نیست. وقت کسی را که میگیم که پیش دکتر اعصاب مراجعه کو، به این معنی است که ما میخواهیم که اعصابش آرام باشه. بسیار وقت هستند کسایی هستند که تمام عمر خود در یک مشکل عصبی گذراندن و وقتی که میبینیم هیچ از زندگی لذت نمیبرند، همیشه مضطرب میباشند، تشویش دارند. یک کار را برشان میگین یک هفته پیش تشویش میکنند، سفر می داشته باشند یک هفته پیش خوابشان خراب میشه. این چیزهایی هستند که مشکلات عصبی را نشان میده و متاسفانه در افغانستان بسیار کم تعداد حاضر هستند که تداوی کنند. بسیاری همین مشکلات دارن لیکن هیچ حاضر نیستن که تداوی کنند و همی است که تمام عمرشان دمی مشکلات تیر میشه و از زندگی هیچ لذت نمیبرند.
دقیقاً. پس اگر دکتر صاحب کس بر ما حرف را میزنه بعضی وقتا، مثلا ما خودمون متوجه نیستیم، در شخصیت خودمون تا حال به خود فکر نکردیم، کس بر ما میگه که خودت مثلا زیاد حساس هستی یا زیاد تشویشی هستی، زیاد مضطرب هستی، این حرفاش تا چه اندازه ما جدی بگیریم؟ وقتی که قسم یک جمله را استفاده میکنن، حداقل پیش یک روانشناس باید برین، از روانشناس پرسان کنین، از اونا مشوره بگیرین که مرا اینی قسم گفت آیا من ترستم یا نیستم. بازی یک نوع مصاحبه است که امروی مریض میکنم، از مریض سوال میکنم که در کدام موارد شما حساسیت نشان میتین، در کدام موارد شما زیاد حساس میشین و چی مشکلات دارین، و در بین مصاحبه ما از گذشته بسیار سوال میکنیم. بخاطر گذشته بسیار مهم است، هست طفولیت، کسایی که مشکل دارن حتی از سنین 2 ساله 3 سالش پرسان میکنیم، از محیط فامیلی پرسان میکنیم، از جنگ و جدل پدر مادر پرسان میکنیم، کسایی که اعصابش نارام از در جوانی میگیم که قبلی زندگیتان چطور بود، پدر مادرتان خود جنگ زیاد نمیکردن، شما را خلط کوب زیاد نمیکرد، اینی مشکلات باعث از این میشه که در جوانی یک مشکلات اعصاب پیدا کنن. واقعا پس مرحله که کودکای با سن سال خورد در خانواده ما زندگی میکنن چقدر حساس است که والدین خیلی باید مراقب از این موضوع باشن، و متاسفانه در افغانستان این موضوع اصلا جدی گرفته نمیشه. معمولا اطفال زمانی که خورد هستن و والدین اونا را باید به صورت درست تربیت بکنن، میگن خب کودک از دیگه اگر ما دوا کردیم یا جنگ کردیم چیزی به یادش نمیمونه، شاید فردا یادش بره یا فراموش بکنه، در حالی که آسیب های بسیار سخت و جدی را به کودکشان قبلا رساندن. خب در آخر هم گفتنی و پیام شما را دکتر صاحب میداشته باشیم بر هموطنان عزیز ما و بود از عزیزایی که بیننده برنامه هستن و خیلی تشویشی هستن، استراب دارن یا هم وسواس ممکن داشته باشن، گفتنی شما برشان چه است؟ تشکر میکنم از شما. مشکلات اعصاب داشتنش مثل مشکلات گلوندردی، سردردی، پایدردی، وارسی، کدام شرم نیست یا نه کدام شما گناهی کردین بزرگ که شما را عذاب میته. با یک تابلت، دو تابلت میتونه که کیفیت زندگیتان را تغییر بده. و این فکر اگر شما دارین که من معتاد میشم، اصلا نمیشین معتاد. یک ماه، دو ماه، 3 ماه دوای اعصاب استفاده کنین، هیچ معتاد نمیشین، دوای نو برآمده و شما میتونین کیفیت زندگیتان را بهتر بسازین و یک فرد موفق باشین. بسیار عالی. ولی نگفته نمونه در آخرام دکتر صاحب که این دواها را که هموطنان ما استفاده میکنن حتما تحت نظر دکتر صاحب متخصص باشه، نه اینکه به دواخانه برن بگین من آرام خواب هستم، به من یک دوای خواب بده یا تشویش دارم یک دوای ضد تشویش بده که اونم از باز اعتیاد پیدا کنه. مستک از دوای الپرازولام، کلونازپام که استفاده کنن بازو متادشان میکنه که البته ایران بگویم. بله. تشکر دکتر صاحب عزیز، وقت خوب و خوشبختانه. بخیر باشید. از شما هم یک دنیا تشکر، هموطنان عزیز که بیننده صبح ها زندگی هستن. در این لحظات برنامه هم رسیدیم به بخش خلاقیت و امروز باز هم یکی از وسایل بسیار جذاب و زیبا را آماده میسازند که ما خیلی راحت میتونیم در حولی خود یا در خانه خود استفاده بکنیم. این که مشخصا چه هست با هم در بسته تصویری میبینیم.